خطاب شما ملت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت. شاه بالاخره ناگزیر به سپردن حکومت به ملیون شد. دکتر سنجابی به مذهبیون نزدیک شده بود. دکتر صدیقی شرایط سنگینی برای قبول نخست وزیری داشت و اعضای سرشناس جبهه ملی رهبران خود را از کنار آمدن با شاه برحذر می داشتند. وقتی که احسان نراقی در یکی از ملاقاتهایش به شاه توصیه کرد که باید کشور را به سیاستمداری پاک و منزه بسپارد، شاه مخالفتی نداشت. اما کسی را با این صفات حاضر به همکاری نمی یافت. وقتی سیاست مذهبی میشه یا مذهب سیاسی میشه، برای مردم الگو میشوند قدیسین و ائمه. من گفتم اینو گفتم اونجوری میشه. بعد شاه با یک حالت ناباوری گفت این ملائک کجا هستند؟ این سخن را شاه به احسان نراقی زمانی گفت که در جستجوی جانشینی برای دولت نظامی ارتش بود ازهاری بود، در روزهایی که دولت فلج بود و رئیس دولت بیمار و بستری. شبی ویلیام سالیوان سفیر وقت امریکا پیغامی از ارتش بود ازهاری دریافت کرد که فوراً به دیدنش برود. I went down to the prime minister's office and instead of being ushered into his formal office I was taken into a small room which was in darkness. من رفتم به دفتر نخست وزیری و به جای اینکه مرا به دفتر رسمی او ببرند به اتاق کوچک دیگری بردند که تاریک بود. وقتی رفتم تو چراغ روشن شد و دیدم که در گوشه ای ارتش بود ازهاری با پیژامه دراز کشیده و کنارش یک کپسول اکسیژن است. متوجه شدم که سکته قلبی کرده و بیمار است. تعجب کردم که چرا از من خواسته به دیدنش بروم. گفتم تیمسار طبیبتون کجاست؟ گفت بیرون است. و بعد گفت تعجب نکنید، من از شما خواستم بیایید اینجا که مطلبی را به شما بگویم. و اون اینکه مملکت دارد از دست می رود چون شاه از تصمیم گرفتن عاجز است. شاه که با دکتر سنجابی و دکتر صدیقی قبلا ملاقات کرده بود، این بار از دکتر بختیار خواست تا به دیدنش برود. همینطور اوضاع خرابتر و خرابتر میشد. آقای دیدم سکته کرده بود و آقای ازهاری رو دیدم که یک روزی اویشی به من تلفن کرد که آقای دکتر شما مایل نیستید شرفیاب بشید حضور اعلی حضرت؟ گفتم که تیمسار اولا من جنابعالی رو تا حالا ندیدم و در مرحله دوم میدونم شغلتون چیه، میدونم درجتون چیه، اما به من یک نصیحتی مرحوم دکتر مصدق کرده، یعنی به ما همه، که شاه مملکت حق داره هر کس را میخواد احضار کنه. یعنی اگر که دیدید میخواد با شما مشورت بکنه و شما بگید آقا بنده نمی کنم این کارا، این صحیح نیست، خودتون ننویسید که میخوام بیام شرفیاب بشم. خیال میکنن میخواد یه مقامی پستی چیزی بگیرید، ولی اگر او خواست میتونه. روی اینو بهش گفتم و گفت نه، اجازه بدید بنده بیام خدمتتون، در خدمتتون بریم. گفتم نه لزومی نداره، خونه ایشون بنده 80 متر فاصله داره، اصلا پیاده میرم، هیچ لزومی نداره. بعد شوخی بهش کردم گفتم رضا شاه پیاده رفت منزل فروغی، خب منم پیاده میرم منزل محمد رضا شاه، اشکالی نداره. و این مسئله باز مسکوت بود تا به اینکه دیدم دوباره آقای اویشی تلفن میکنه که علازت مایل هستن که شما را ملاقات بکنن و شایدم تنها نباشید. گفت بنده بیام و با هم بریم شرفیاب بشیم. گفتم نه، من خودم درک کردم میرم، هیچ اشکال، فقط بسپارید دم در. بالاخره بنده کوتاهش بکنم، تلفن زنگ زد و دیدم بدرعی که رئیس گارد بود، گفت بنده بودید دو تا اتومبیل اسکورت میام با خدمت. آمدن و بدرعی میروند و بنده میشستم پهلوی بدرعی و رفتیم کاخو. وقتی من میرفتم بالا قبل از من دکتر صدیقی و آقای انتظام و امینی هم اونجا بودند که اینها مورد مشورت قرار گرفته بودند. یعنی اول نظر شاه شاید این بود که صدیقی را چیز بکنه، مشورت کرده بود با ارتشی ها و ارتشی ها بودند که بیشتر از همه تمایلش رو نسبت به من گفته بودند. گفتن یه آدم شجاعی در نمیره از میدون و خیلی رک و لور و یه دنده است در این چیزا. دکتر سنجابی از دیدار دکتر بختیار با شاه خبر داشت، اما هنوز نمی دانست که صحبت از نخست وزیری خود بختیار به میان آمده است. بعد از چندین روز از اون ملاقاتی که با شاه صورت گرفت
و نتیجه نداد. یک روز آقای بختیار به من تلفن کرد، گفت مطلب مهمی است که باید با شما در میان بگذارم. فردا صبح در منزل آقای جهانگیر حق‌شناس اول وقت هم دیگر را ببینیم. فردا صبح منزل جهانگیر حق‌شناس رفتیم. ایشان آمدن، بنده بودم، جهانگیر حق‌شناس بود، آقای علی اردلان بود، آقای مهندس حسیبی بود، زیرکزاده بود. بختیار گفت که دیشب شاه فرا خواستم و راجع به حکومت جبهه ملی صحبت کردن که به چه ترتیب حکومت جبهه ملی تشکیل بشه. من به اعلیحضرت عرض کردم شرایطش این حرفی است که بختیار میزنه. گفت من به اعلیحضرت عرض کردم شرایطش همان است که دکتر سنجابی خدمت شما گفتن. گفت شاه گفته است که دکتر سنجابی به من پیشنهاد کرد که من از ایران خارج بشم. در اون موقع من صلاح نمیدیدم، ولی اکنون فکر میکنم که برای معالجه و استراحت خودم یه مدتی به خارج برم و دیگر رفع اون اشکال شده است. بنابراین حکومت جبهه ملی میتواند تشکیل بشه. بختیار پرسید چه باید جواب. یک کلام صحبت راجع به نخست وزیری خود ایشون شده صحبت نکردند. گفتم که حالا که اشکال از طرف شاه رد شده است، باید اشکال را از طرف آقای خمینی رفع کنیم که راه تغییر و تبدیل به صورت یک تعدیل و آرامشی صورت بگیره. باید با آقای خمینی صحبت کنیم و هرچه زودتر من به یک نفر دیگر بریم به پاریس با آقای خمینی ملاقات بکنیم. همه فورا تصدیق کردن، حتی خود بختیار. و من به بختیار حتی گفتم که به اون شخص که واسطه بوده است که شما را برده پیشا بگید که به اعلیحضرت بگن که خودشون شخصا مرا بخواهند که شخصا من با ایشون صحبت کنم. بعد به آقای علایار صالح صحبت کردیم. من با فروهر پیش علایار صالح رفتیم، گفتیم معتقدیم که بریم با آقای خمینی ملاقات بکنیم و اگر یک روحانی هم با ما همراه باشه که با خمینی صحبت کنیم خیلی مفید خواهد بود. صحبت کردیم که آقای آیت الله زنجانی رو ببریم. تلفن به زنجانی کردیم، ایشان موافق شدن که بیاد. بنابراین حالا ما فکر میکنیم که بریم به پاریس با همراه آیت الله زنجانی و آقای خمینی ملاقات کنیم. من ظهر بود که برگشتم منزل، از خبرنگاری فرانسه به من خبر دادن که صحبت این ملاقات با بختیار و حکومت دکتر بختیار چیه؟ گفتم حکومت دکتر بختیار نیست، صحبت جبهه ملی است. اونم صحبتی است که به جایی نرسیده، اگر باشد بعدم به شما خبر میدم. گفت چه میفرمایی آقا؟ خبر حکومت دکتر بختیار انتشار پیدا کرد. من تلفن رو بختیار کردم، گفتم آقا چی میگن اینا؟ صحبت حکومت شما میکنن و اینا. خب چه اشکالی داره؟ گفتم اشکال نداره که تو باشی یا نباشی، اشکال اینه تا زمینه این کار فراهم نشه یک عمل غلط زیانبخشی خواهد بود برای مملکت و برای انقلاب و همه ما را نابود خواهد کرد. گفت فردا صبح باز دوباره در همون محل دیگر ملاقات کنیم. فردا صبح دوباره در منزل آقای حق‌شناس آمدن. همه اشخاص رو بهش کردن، بهش گفتن تو دیروز دروغ گفتی، تو دیروز گفتی که حکومت جبهه ملی صحبت این بود که فرانکت باشد و بعد صحبت این بود که بریم پاریس و پاریس صحبت بکنیم. و بعد رفقا بهش گفتم این کیفیت شما نهضت را و جبهه ملی را به رسوایی و به شکست میبرید. و بخصوصا زیرکزاده بلند شد خطاب بهش که این یک عملی است که زیانش تو چشم همه ما خواهد رفت. بختیارم از این که مردم همه بهش اعتراض کردن و هیچ کس باش موافق نبود در به هم زد، رفت بیرون و گفت من کاریز کردم و میکنم. این بود که ما دیگر از رفتن به پاریس و فلان اینا منصرف شدیم و بلافاصله جلسه شورای عالی جبهه ملی رو برای فردا من دعوت کردم که فردا همه آمدن منزل من. تقریبا بالاتفاق، یعنی حتی یک رأی مخالف نداشت، بالاتفاق ایشان رو از جبهه ملی خارج کردیم. علت مخالفت جبهه ملی با نخست وزیری بختیار به نظر حاج محمد شانهچی یکی از اعضای جبهه ملی جنبه اصولی داشت و نه شخصی. به بختیار ما خیلی توصیه کردیم این کار نکن و متاسفانه قبول کرد، نخواست وزیر شد. روز دوم نخواست وزیریش من با یکی از دوستان جبهه ملیمون
ناصر کمیلیان، به اتفاقشون رفتم پلو بختیار، گفتم آقای بختیار بد کردی قبول کردی و حالا که قبول کردی یک پیشنهاداتی من دادم، این کارا رو بکن و اگر نکنی ضرر میکنی. گفت مشروط به اینه که شما بیان همکاری کنی. گفتم مطمئن باش که ما با تو همکاری نخواهیم کرد. گفت من به رئیس دفتر سپردم که هر وقت تو بیای اونجا بدون اجازه بیای تو. گفتم من مطمئن باش که هیچ زمان دفتر شما نخواهم آمد. این دفعه ما آمدم به شما بگم که آقا کار بدی کردی قبول کردی و نمیتوانی هیچ کار پیش ببری جز این که این مار زخم خورده سلامتش کنی و تو بهره نمیبری، بهره دشمن که از تو قوی تره میبره، چون مردم اگه پشت سر تو بودن همه کار میتوانستی بکنی. الان مردم پشت سر تو نیستن. اگه آقای دکتر صدیقی و دکتر سنجابی میامدن مردم از پشت سرشون میرفتن کنار. مردم چون دنبال سر تو نیستن کاری نمیتونی بکنی. او میگفت من حرفم اینه، شماها بیاین تو دنبال سر من باشین تا من کار کنم. گفتم ما نمیایم چون کار تو غلطه، چون اگر ما بیایم مردم نمیان، چون مملکت مردم باید در کار، مردم نمیان. فرض میکنیم 100 نفر 200 نفر رجال سیاسی هم اومدن پشت سر تو، مردم وقتی که نیامدن کاری نمیتونن بکنن، برنده دیگری میشه، برنده اون که مخالفتش ادامه بده، همه میرن دنبال اون که مخالفتش ادامه میده. شاپور بختیار که خود را پایبند به اصول و تشریفات پارلمانی میدانست، با اینکه نخست وزیری را پذیرفته بود، شروع کار خود را موکول به رأی مجلس کرد. دو مجلس سنا و شورای ایران به انتخاب شاپور بختیار به عنوان نخست وزیری ایران رأی مشورتی موافق دادند. رأی گیری در جلسات خصوصی انجام گرفت و بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده است، چند تن از نمایندگان مجلس شورا بر علیه نخست وزیری دکتر بختیار رأی دادند. دکتر بختیار جایگزین دولت نظامی ارتش بود ازهاری خواهد شد که در روز دوشنبه گذشته پس از 2 ماه حکومت استعفا کرده است. 2 ماهی که در آن دولت نظامی مذکور با اختشاشات شدید ضد شاه در ایران مقابله نموده بود. شاپور بختیار که یک وکیل 62 ساله است، 3 روز پیش از حزب جبهه ملی ایران اخراج گردید. اخراج وی به مناسبت انتخاب شدن او به مقام نخست وزیری توسط شاه ایران بود. بر اساس خبری که چند دقیقه پیش به دست ما رسید، دکتر شاپور بختیار در تهران یک کنفرانس خبری تشکیل داده است. وی در این کنفرانس اعلام کرد که اسامی اعضای کابینه خود را تا 3 روز آینده انتشار خواهد داد. شاپور بختیار بار دیگر پیرامون برنامه سیاسی خود گفتگو نمود. این برنامه شامل سوق دادن کشور به سوی سوسیال دموکراسی و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین آزادی مطبوعات می‌گردد. وی در پاسخ سوال پیرامون آینده شاه ایران گفت شاه مایل است برای تعطیلات خود به سفری برود. در چنین صورتی یک شورای نیابت سلطنت تشکیل خواهد شد. دکتر بختیار در دنباله کنفرانس خبری خود افزود که به رهبران مذهبی از آن جمله آیت الله خمینی احترام می‌گذارد. و اظهار امیدواری کرد که با رهبران مذهبی تبادل نظرهای انجام دهد، اما گفت که نمیتوان همه کس را خوشنود ساخت. در بحبوحه این جریانات، سران 4 کشور غربی یعنی انگلیس، آلمان، فرانسه و امریکا در گوادلوپ اجلاسی داشتند که تحولات ایران هم یکی از موضوعات مورد بحث بود. شاه و اطرافیانش نتیجه این جلسه را در سرنوشت خود حیاتی می‌دانستند. اما رئیس جمهوری وقت فرانسه آقای ژیسکار دستان در خاطراتش میگوید طرح و نقشه‌ای در این کنفرانس در کار نبود. احسان نراقی ماجرا را از خاطرات ژیسکار دستان نقل میکند. اولش میگه که ما رفتیم در توی باغ نشستیم، یه جایی 4 تا صندلی داشت که میدونستیم که در یه فضای بازیه و خطر اینکه دستگاه اطلاعاتی خودمون ما رو گوش کنن نبود و دریا نگاه میکردیم و یه جای زیر آلاشچقی نشستیم. 4 تا صندلی بیشتر نبود و ما 4 تا بودیم فقط. و میگه من از کلاهان خواستم که شروع کنه به بحث راجع به شاه ایران و اوضاع ایران و او یک تجزیه تحلیل خیلی واقع بینانه کرد و خلاصش این بود که شاه بازنده است و دیگه تسلط نداره به اوضاع و دیگه راه حل جانشینی هم نیست، برای که مردان سیاسی همه بی اعتبار شدن در ایران، همشون آلوده شدن با رژیم و ارتش هم شکی که بتونه این دوره انتقالی رو بگذرونه و به عهده داشته باشه و عملی انجام بده. میگوید که هلموت شمیت با توجه گوش داد و چیزی نگفت. من سعی کردم که نقطه نظر فرانسه رو بگم. از گزارش هایی که سفیر ما در ایران میداد و گفتم که 2 خطر بزرگ هست، یکی تجزیه سیاسی ایران و یکی هم مداخله شوروی، و گفتم که در حال حاضر باید که شاه رو حمایت کرد،
حتی اگر منزوی شده و ضعیف شده، برای که بالاخره واقع بینانه تر از بقیه هست عملشو و چیزی دیگه خارج از اون وجود نداره، خارج از او و مذهبیات چیزی دیگه ما نمیبینیم. بعد از من میگه که جیمی کارتر شروع به صحبت کرد و گفتش که وضع خیلی سریعا تحول پیدا کرده، شاه دیگه نمیتونه باقی باشه و ملت ایران هم دیگه نمیخواد این وضع ادامه پیدا کنه، هیچ دولتی هم نمیتونه پیدا کنه شاه که با او حاضر به همکاری باشه. ما هیچ لازم نیست که نگران باشیم، برای که نظامی ها هستن، اونا هستن که وضع رو در دست میگیرن. روزی که دکتر بختیار برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفت، ضمن اعلام اصلاحات گفت که دولت او نتیجه مسلم انقلاب است. دولت این جانب نتیجه مسلم انقلاب که از دو سال پیش برای رفع تجاوزات مستمر و فجایع غیر قابل توصیف که در کشور متقابل گردیده آماده کار می باشد. دولت این جانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته و در راه تحقق آنها کوشش خواهد نمود. باید به دولتی که در شرایط بسیار دشوار با کمال حسن و با نهایت صمیمیت میخواهد بر طبق اصول و تعالیم عالیه اسلام و قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر اقدام نماید و ایران با خواهیت رژیم مترقی و خالی از فساد و تباهم سوق دهد، حتی اقل فرصت را داشت. در حالی که دکتر بختیار از مخالفان داخلی خواستار حداقل فرصت برای دولت نوپای خود بود، به گفته احسان نراقی، شاه در آخرین روزهای سلطنتش خود را قربانی توطئه خارجی می‌دید. یکی دیگه از حرفای شاه این بود که میگفت، خیال میکرد که خارجی‌ها هستند که این جریان رو باعث شدن. تمام مدت که من دیدمش در این 8 جلسه این اغلب تکرار میکرد. این تصور در ذهن شاه و بسیاری از نزدیکان او به جا ماند و فرح پهلوی در اولین سالگرد درگذشت شاه خطاب به شاه همین نظر را بیان کرد. شما با دوراندیشی و جهانبینی خود کشورتان را در صحنه جهانی از حیثیت و احترامی بی سابقه برخوردار ساخته و با تماس‌های شخصی خیش در شرق و غرب و شمال و جنوب نقش ایران را در زمینه بین المللی به صورتی که شایسته تاریخ و فرهنگ و افتخارات این کشور کهن بود بالا برده بودید. البته برای شما از همان آغاز روشن بود که با این تلاش‌ها و پیروزی‌ها به خیلی از منافع لطمه می‌زنید و خیلی از خشم ها و دشمنی ها را نسبت به خود برمی انگیزید و طبعا از این راه به استقبال خطرات فراوانی نیز می روید که بارها درباره آنها به شما هشدار داده بودند. ولی راه شما در برابر تاریخ و ملتتان راهی برگشت ناپذیر بود، زیرا با ایمان به حقانیت هدف خود قدم در این راه گذاشته بودید و با آگاهی عمیق خیش به تاریخ ایران و جهان خوب می دانستید که پیش از شما نیز بسیاری از مردان بزرگ در راه هدفهای بزرگ از پای در افتاده اند. به نظر اردشیر زاهدی، القاعات مشاوران و مقامات به شاه در ایجاد این تصور بی اثر نبود. بعضی از این آقایون که نخست وزیر بودن یا وزیر بودن رفته بودن حضور اعلیحضرت، گفتن این امریکا و روس با هم ساختن که ایران دو تا قسمت کنن. من به اعلیحضرت عرض کردم، گفتم شما از لحاظ سیاسی خوب واردتر از هر کس هستید، این حرفای بچگانه است. در صورتی که این رو از قول دو تا نخست وزیر به من گفتن و قول 3 تا از وزرا. اما شاپور بختیار میگوید چون شاه خود به کمک قدرت‌های خارجی به سلطنت رسیده بود، از دست دادن تخت و تاج خود را هم نتیجه توطئه خارجی می دانست. وقتی انسان دست نشونده شد، درجات مختلف البته داره، ولی وقتی به اون حد و به اونجا رسید،
اون وقت جناب عالی دیگه نمیتوانید بعد ادعای بکنید که آقا بر علیه ما توطئه چیدن، رفتن در گواتلوپ اونجا نشستند و گفتند و برخواستند. نه، اونجا که رفتن گفتند دیگر شاه ایران دوست ما در مقابل این طوفانی که داره در ایران بلند میشه قابل دفاع و نگهداری نیست. چه باید کرد؟ وقتی که یک دولتی، یک پادشاهی پایگاه مردمی نداشته باشه در داخل کشور، اجباراً برای بقا و دوام خودش لازمه که در خارج پیدا کنه. و وقتی در خارج پیدا کردید دیگه با تا ته خط رفت. نه، من معتقد هستم که کرم از خود درخت بود، از ماست که بر ماست.